دلت بی بلا؟ جریان چی علی جون؟ هنوز اینقدی مست نیستم که جرأت شد داشته باشم. میترسم تا به شنیدنشو نداشته باشی. بالاخره میگی چته؟ یا با مشت حرف از گلو در بیارم؟ میگم میگم والا میخواستم چجوری بگم؟ میخواستم اجازه بدی که اجازه بدم که چی؟ اجازه بدی که حلقه غلامیتونو به گوش بندازم. منظورت اینه که داماد ما بشی؟ اگه اجازه بدی. دلام از سب اینو زودتر بخو، بند دلمو که پاره کردی. مبارکتون باشه. خوشحالم کردی پسر. سریمه هم حتما از شنیدنش خیلی خوشحال میشه. قربونت برم. پس اجازه میدی بریم فرید؟ هر وقت که بخوا. کجا میری آبجی؟ خیلی وقت اینجا منتظر تاکسی هم، من تا خیابون امیری میرسونی؟ بفرمی. خیلی ممنون. بفرمی. خیابون امیری چی کار داریم؟ یه کار فوری دارم آقا. از قراقایی ما تو این شهر خیلی برو بیا داره، رو کمپرسی کار میکنه، ما هم شاگرد ایشونی. خدا حفظتون کنه آقا، حتما مزاحم کارتون شدم. اختیار دارید خانوم. چه مزاحمتی، خیلی هم خوشحال میشیم بتونیم خدمتی بکنیم. چه دامنه قشنگی، پارچه چیه؟ بسته دیگه آقا، من همینجا پیاده میشم. اینجا که خیابون امیری نیست، یه خورده تعامل داشته باشین. از رفتن به خیابون امیری منصرف شدم، باید برگردم خونه. حالا چه عجله‌ای داری؟ کوتا شب وقت زیاده. دستتو بکش کنار، خجالت بکش آقا. بساط عروسی رو پهن میکنی، خریداتم که کردی، عروس شنبه تا میره قاطی مرغا. خدا جوابشونو میدم، الهی دوغش به دل مادرش بمونه که سیاه‌بختت کرد. چیه؟ چی شده؟ چی شده؟ علی به دادم برس بدبخت. چرا حرف نمیزنی؟ کسی از آشناهامو مرده؟ چی شده؟ آخه به ما بگین. بگو سریمه چرا سیاه پوشیدین؟ یا چیزی بگین دیگه. خاله جون شما ما رو نصف جور کردین، چی شده؟ سریمه چی رو بگم داداش؟ چی رو بگم؟ بی‌حسیتمون کردن داوود. جدیانه موضوع چیه؟ یعنی چی؟ چرا حسیون میدی؟ کی بی‌حسیتمون کرده؟ کی؟ یه شوزر کمپرسی با شاگرده. چرا پوسکنده حرفتون رو نمیزنی؟ سریمه حرف بزن مادر، حرف بزن. یه دونه گوهر دخترم ازش گرفتن. خودم بی خانه کسی این کارو کرده. صداش میگرد اصغر. اصغر؟ اون چه شکلی بود؟ ماه خاکستری لش گنده ای داشت.
خونشو میریزم. خدا پیداشون میکنی. تو برو طرف خرمشهر، منم میرم طرف اردیمش. بلند شو. این طرف ها رضا شینکش میشناسی؟ شاگر یک کمپرسیه. اونها هاش اونجا. بسه دیگه، بسه نزن. از کاربرات چه؟ بنزین نمیکنه. رضا شینکش کدومتونین؟ شاگر اصغر شینکش. فرمایش. من با خود رضا شینکش کار دارم. گفتم فرمایش، من خود رضا شینکش. بگیر نه خواه. خونه اصغر شینکش کجا؟ سرم این چهارا میبیچی دست راست، بعد میبیچی دست چپ. اولین خونه برای خیابان خونه اصغر شینکشه. اول میرم دست راست، بله. بعد میرم دست چپ. خونه اصغر شینکش چند برای خیابانه؟ 19. پلاک 19. قربان شما، فرما. بی خیالش بابا. بیا بیشین تا وسط تعریف کنم. بوسا یه غلطی کردیم، خدا عاقبتمونو به خیر کنه. نه ترس پسر جون، دختره از ترس آبروشم که باشه یا میره خودکشی میکنه یا لب از لب وانه میکنه. دکور خوندی بوسا؟ طرف میدونی کیه؟ هر کی که باشه یه غلطی نباید بکنیم که کردیم. باقیشو فراموش کن، بحشت نکن بسر، من هستم. اون آبجی داوود سیاست. داوود سیا؟ آره اوستا، از امروز صبح داوود و پسر خالش در به در دنبال ما میگشتن. بعدش هم زور پسر خالش عین گرگ تیر خورده، سرم خراب شد. حالا از کجا میدونی واسه این موضوع باشه؟ پس واسه چی بوده؟ ما که با اونا دعوایی نداشتیم که. تازه مگه یادت نیست که میگفتن داوود آبجیش داده به پسر خورش؟ آره. اونم به جیز داوود میپره. پیدا بود که بچه پر رویه. پس باز فرده بریم کمپ، حسابمونو تسبیح کنیم و یه گوشه قایم بشیم تا آبا از آسیاب بیفته. آره اینجوری خیلی بهتر اوستا.
هست. فقط بگو اسقر کجاست. شما کی هستین؟ گفتم اسقر کجاست. به توش دو خیلی کجاست؟ کسافت اون مارتی که تانه داشه. نه من کجاست؟ خواهش میکنم، من نمیدونم، دست سرم بردار. آقا یا جای اونو به من نشون بدی. چند دفعه بگم، من نمیدونم. وای به حالت اگه بدونی کجاست به من نگی. بابا بام چی کار داری؟ میخوام با کشمش. گفتی بابات؟ آره بابا. شنکش رو دوست داشت. کی؟ رضا شنکش. اون کیه؟ واسه چی؟ یکی از همون بی پدر و مادرهایی که سلیمه رو بی سیرت کردن. خوشتیش یا نه؟ نه، اون دشمنو میکشت. ولی داوود، تو با خون اونایی لکه ننگو از دامن خواهرت پاک نکنی، من باش عروسی نمیکنم. فهمیدی کجا کار میکنم؟ تو کمپ خودت. کسی؟ من باز همین کارو بکنیم. اگه بچه ها پرسیدن چرا خودمون کار نمیکنیم چی؟ میگیم میخوام بریم سفر. چند روزی بریم سفر، از یه چیزی ناراحت بودن، نمیدونم چی بود، ولی مثل اینکه تصادف مصادفی کرده باشن. میخوان چند روزی جای آفتابی نشن، حتما چپیدن تو خونه هاشون. وای
من با تو کاری ندارم. من پدرتو میخوام. دیگه نمیتونی خواهیمش کنی. یا خونه است یا چند دقیقه دیگه پیداش میشه. اون شباش به زور میاد خونه، چه برسه به این وقت روز؟ اصلا برای چی دارین دنبالش میگردین؟ ببین خانم، من نمیدونم شما پدرتونو تا چه اندازه میشناسینش، ولی برعکس اون معصومیتی که تو صورت شماست، اون یه گرگ درنده است. مگه چی کار کرده؟ تصادف کرده؟ کسی رو کشته؟ کاش میکشت، کاش تصادف میکرد. اون مرد با داشتن دختری مثل شما چشش دنبال ناموس مردمه. اگه دستم بهش برسه میدونم چه مامری باش بکنم. بالاخره نگفتین چی کار کرده؟ راستش خجالت میکشم بگم. اگه کسی این بلا رو سر دختر خودش بیاره چه حالی میشه؟ اونو شاگرد بی همه چیزش خواهرمون بردن تو بیابون و بی سیگرتش کردن. نه خیلی، چطور ممکنه؟ مگه شما این کار از پدرتون بعید میدونی؟ نمیدونم چی بگم. خواهش میکنم بفرمایید بشین. یه دقیقه بشینین تا من پدرم رو خوب بهتون معرفی کنم. روزگار با خانواده ما بد کرد. شرکتی که حالا اسمش تاج و آریاس یه وقتی مال پدرم بود، نتیجه 40 سال زحمتش بود. چشمه یکی از اون بالایی ها دنبال اون شرکت بود. برای همینم چند دفعه به پدرم التیماتوم دادن و وقتی دیدن اون زیر بار نمیره، ترتیبی دادن که ساواک اونو به عنوان خرابکار بگیره تا رامش کنن. نمیدونم زیر شکنجه چی کارش کردن که اون مشاعرشو از دست داد، شخصیتشو از دست داد. خلاصه همه چیزشو ازش گرفتن. با بدترین شکنجه ها اونا روح جسمشو علیل کردن. همون موقع مادرم از غصه دق کرد و مرد. وقتی دیدم دیگه اون آدم سابق نیست، با مصادره اموالش از این خونه و زندگیم که میبینین چون مال مادرم بود، من نگرش داشتم. میدونم که اون عوض شده، ولی بازم برای من پدری، سایش رو سرم هست. اگه شما اونو از من بگیری، اگه اونو بکشین، من یه دختر تنها چی کار میتونم بکنم؟ سالای بقیه عمرمو چجوری میتونم بگذرونم؟ حتما شما پدر مادر دارین، میدونین که هر چندم پیر و ذلیل و بد باشن، بازم برای آدم عزیزن. مایه دلگرمیان. برفرض که قصت راست باشه، دلیل تبرئه اون نمیشه. همش 3 روز به عروسی خواهرم مونده بود. اگه تازه منم ازش بگذارم، نامزدش نمیگذاره. خواهش میکنم به من رحم کنید. اون آدم بدبختی مثل بچه ها میمونی. اگه شما میخواین انتقام بگیرین، برین سراغ همون کسایی که آدم ها رو اینطوری عوض میکنن. راستش من سر دوراهی بدی موندم. فقط یه کار میتونم بکنم، اونم به خاطر شما. هر دوشونو تحویل قانون میدم. همون قانونی که اونا مجریشن؟
فکر میکنین عدالت اجرا میشه؟ من نمیتونم همچی چیزی رو باور کنم. جواب منو چی میدین؟ خواهش میکنم اونو به من ببخشین. باید دربارش فکر کنم، ولی بهتون هیچ قولی نمیدم. خب دیگه من بهتر برم. ازتون خواهش کردم، بازم به من سر میزنین؟ حتما. راستی شما زن دارین؟ نه. هیچ ازدواج کردین؟ اصلا. چطور تا حالا ازدواج نکردین؟ نمیدونم. دلتون میخواد بازم همدیگر رو ببینی؟ حتما. یه دفعه دیگه که حتما میام. برای کشتن پدرم؟ نه، مطمئن باشی. خدا بیا کن. خدافز. کشتیشون؟ پیداشون نکردم. پیداشون نکردی؟ یا ازشون ترسیدی؟ هنوز مادرش نزاییده کسی که بتونه منو بترسونه. پس چرا نکشتیشون؟ رفتم کمپ، ولی از اونجا رفتم. میخواستی بری دنبالشون؟ رفتم ولی پیداشون نکردم. گذشته رو فراموش کنی؟ چرا که نه؟ پس تو منو بخشیدی؟ تو که تقصیری نداشتی. کجا؟ همون جایی که قارون
چرا غمگین باشم؟ به روزگار میخندم وای 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 وای. عمر آدم کوتاهه، کوتاه‌تر از عمرشم، پس واسه چی نخندم وای 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 وای. آه خدا از ماهان برسونه، کی میدونه گر تو بیایی غم به چشمم نمیمونه. صدای به این قشنگی چرا تا حالا خواننده نشد؟ نمیتونم. چرا نمیتونم؟ صدای تنها کافی نیست. تو این کار برای شروع باید یه خورده پولم داشته باشی. پول برای چی؟ باید بدم به آهنگساز تا برام آهنگ بسازه. آهنگساز کیه؟ هنوز ندیدمش، ولی میگن خیلی پولکی. پس باز چیکار کرد؟ هیچی. صبر میکنم تا یه روزی بلکه شانس بهم رو کنه. تو به شانس و این چیزا معتقدی؟ آره، شانس، سرنوشت، اینا وجود دارن. مثلا همین که من و تو سر راه هم قرار گرفتیم خودش حکم سرنوشت بوده. خب این که معلوم نیست آخرش چی میشه، ولی خب تو همینجاش هم شانس من و پدرم بود که تو قبل از اون منو دیدی. درست نمیگم؟ من که خوشحالم. شما فالم میگیرین آقا؟ برای شما البته.
جا عوض کنید، جا عوض کنید، این طرف آن طرف. خوب است، حالا بنشینید، بنشینید. اجازه میدی برم فالمو بگیرم؟ خواهش میکنم. در خدمت خانم. دست راست را ببینم. بفرمایید. صاحب این دست تمام زندگیش را اتفاق پر کرده. کمتر خنده به لب دارد، ولی یک آشنایی تازه خنده آنش کرده. بختش بلند است، اما جلوی راهش سیاه است. لکه های سیاه میبینم، اما به جاهای بالا میرسد. به آن جایی که آرزو میکند میرسد، بر جایی که فکرش را کرده. راه برایش باز است. سوار یک اسب شده، به سرعت میتازه. الان به ذوق یک آشنای تازه خوشحال است. خیالش را گرفته، میگوید آخر چی میشود. اما آنچه که باید بشود میشود. به آن بالا بالاهایی که میخواهد میرسد. شهرت و آوازش عالمگیر میشود. باید به خدای خودش تکیه کند و غمها را بگذراند. چون بر سرش چادر سیاه دیده میشود، عزیزی را دست میدهد. دلش مثل قبر تاریک میشود. وقتی این سایه سیاه از سرش گذشت، روزگار بر وفق مرادش میشود. اما غم زیادی را تحمل میکند. امین. مرسی. بفرمایید، بفرمایید. خوش آمدید. یادم رفت بهش پول ندادم. نراحت نباش، من به نوازنده هاش دادم. وقتی تو سرگرم فال گرفتنت بودی، یه چیزی به اونا دادم. خودشی؟ بعضی از اینا بعدشون میاد بهشون پول بدی. چادر سیاه بر سرش دیده میشود، چون عزیزی را از دست میدهد. داوود. چی؟ تو که دیگه با پدرم کاری نداری. تا وقتی که تو سر سامون نگرفتی نه. منظور چی؟ خیال دارم ببرمت پیش اون آهنگساز. اون وقت میتونی رو پای خودت باشی. که بعدش پدرمو بکشی؟ نه، ولی بالاخره باید عدالت اجرا بشه. ولی پدرم گناهی نداره. اون آلت دست شاگردش شده. همه چیز به موقعش معلوم میشه. خب، حالا حاضری بریم پیش اون آهنگساز؟ ولی این کار پول زیادی میخواد. بریم ببینیم چقدر میخواد. یه کارش میکنم. تو خیلی خوبی داوود. من نمیدونم با چه زبانی ازت تشکر کنم. بذار وقتی کارا درست شد ازم تشکر کن. کی بریم؟ فردا میام دنبالت. پس تو کی به کار خودت میرسی؟ از وقتی تو رو دیدم همه چیزو فراموش کردم، حتی کارم. یعنی من؟ نه، حرفش هم نزن. دیگه دیر شده، بهتره برسونمت خونه. میدونی، فکر میکنم تمام اینا رو دارم خواب میبینم. یادت باشه تو به من قول دادی. یا میتونی رو قول من حساب کنی. شب بخیر. ترسود کجاست؟ رو خدا داد و بیداد را ننداز. الان مامانم بیدار میشه. همیشه رو غیرت و مرامش قسم میخوردم. تو رو خدا اینقدر خون به دلم نکن علی. به تو چه؟
آخه باعث همین این اتفاقات من شدم. میشد تلافی کرد. من خودمو میکشم تو همه تون راحت بشی. تو گناهی نداری سلیمه. من دلم از دست داداشت گرفته، از دست اون پسر خاله‌ای که اسمش پشت همه رو میلرزند، ولی حالا از بی غیرتی رفته قایم شده. دلم گرفته سلیمه. اون روز و شب فکرش منقلبه. تو دیگه نیشتر به جگرش نزن. داوود خیلی غیرتیه. کاری نکن که دستش به خونه کسی آلوده بشه و یه عمر داغشو ببینی. من جز تو با داوود پشت و پناهی ندارم علی. سلام، ما تلفن کرده بودیم استاد هست. بله، بفرمایید. بفرمایید، برو تو. یه دقیقه بشینین اینجا تا بهشون بگم که اومدی. باش. بشین. ناراحتی؟ نمیدونم چرا دلم شور میزنه. آخه اگه یه وقت پول زیادی مطالبه کنه تو از کجا میخوای براش تهیه کنی؟ ببین، وقتی داوود سیاه به کسی قول میده پاش وامیسه. استاد هم و خانمی که صبح ازتون وقت گرفته بودن اومدن، بگم بیان اینجا خدمت شما. آره، بگو بیاد. به خودت اطمینان داشته باش، حتما موفق میشی. بفرمایید استاد، منتظر شما خانم. اول صداتونو میشنوم بعد مذاکره میکنم. ولی خیلی خوب، تو برو، من همه جا هستم. برو. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. سلام. سلام خانم، بفرمایید بشین. من صبح تلفن کردم. گفتین نوت میشناسین؟ بله. خوبه، بفرمایید بشینین، باید صداتونو بشنوم. کلاس دیدین؟ بله. خب یه چیزی بخونین. چی باید بخونم؟ هر چی که دلتون میخواد. بریم؟ باشه. باید باره سفر با از این شهر برازدار از آی ساعت بشم چشمم ناشناسه من تو تا همیشه به تن من لباسه. کافیه، خیلی ممنون. خب حالا باید با کی صحبت کنم؟ ایشون بیرون هستن. خیلی خوب، پس بریم. سلام، بفرمین. خواهش میکنم، بفرمین. خب استاد، زحمتشو میکشین. تبریک میگم، ایشون صدای بسیار خوبی دارن، خواننده موفقی هم میشن. دیدی؟ والا صدای ایشون صاف و گرم و دلچسبه، صدای نادر و فوق‌العاده‌ای دارن، ولی باید اینو بدونین که شرایط کار من با سایرین فرق میکنه. به این صورتی من با ایشون یه قرارداد میبندم که هیچ حقی در مورد آهنگی که براشون ساختم ندارم، یعنی امتیاز کامل اونو میدم به خودشون. یعنی همه چیشو؟ کمتر از 5 تا آهنگم نمیسازم که جمعاً میشه 150,000 تومان. 150,000 تومان؟ دیدی نشو؟ حالا نمیشه با یه آهنگ. متاسفم، من تا 2 هفته دیگه میرم مسافرت. میتونین تا اون موقع تصمیم بگیریم. تو فکر چی هستی؟ اگه یه همچین پولی داشتم کارم تموم بود. آره، به خصوص با امیدی که استاد به صدات داشت. میدونی اگه با پدرم اون معامله رو نمی کردن، این پول تاییش مثل آب خوردن بود.
چرا ساکت شدی؟ هیچی، راستش تو فکر مشکل تو بودم، داشتم دنبال یه راه حل میگشتم. تو چرا خودتو ناراحت میکنی؟ اصلا بهتر خوانندگی رو به کلی فراموش کنم. آدم نباید اینجوری با مشکلات روبرو بشه، باید مبارزه کنی، باید تلاش کنی تا با اون هدفی که داری برسی. درست مثل همون هدفی که تو داری؟ درسته، برای همینم سعی میکنم کمکت کنم. به خواهرم قول دادم این لکه ننگو از دامنش پاک کنم، تا این کارم نکنم عروسیش سر نمیگیره. در این حال نمیخوام تو هم بی سر و سامون بشی. پس چه عجب این طرف ها؟ رسیدیم خدمت آقا مهدی. یه گرفتاری برام پیش اومده، احتیاج به 150,000 تومان پول دارم. تصادفی چیزی کردی یا میخوای ماشین بخری؟ یه همچی چیزایی میتونی برام تهیهش کنی؟ ای بابا داوود خان، این روزا همه انگ پولو میندازن، بانکاش والا ندارن، چه برسه به ما. باز یه سند مندی چیزی داشته باشی خوب میشد یه جوری تهیهش کرد. نه سند که من ندارم. راستی چرا از کمپت نمیگیری؟ بگو وام میخوای، اونا که پول دارن حتما بهت میدن. فکر نکنم، گفتم اول از رفقای پرسجویی بکنم، اونجا رو گذاشتم واسه آخر کار. تو نمیری من اوزام خیته، اگه نه واسه جفت و جورش میکردم. باشه قربونت، خدافز. حالا کجا با این عجله؟ ببین ای بابا میبخشی ها. خواهش کنم که یه مقدار به من وام بدی. ولی ما همینجوری به کسی وام نمیدیم. تو هر کاری میشه یه استثنایی هم قائل شد. بهتره با خود مهندس حرف بزنی، کافیه ایشون دستور بدن منم میپردازم. بفرمایید. مهندس رو ندیدی؟ چرا یه دقیقه پیش اینجا بود، به نظرم رفت قسمت چادر، اگه اونجا نباشه رفته بیرون. قربون تو. بله موضوع اینه که ایوان جای دیگه از آقا داوود.
سر مردم رو به پول گرم کردن، انگار که زندگی فقط تو همین یه چیز خلاصه میشه. دیگه هیچکی به هیچکی نیست. میدونی واسه چی؟ واسه اینکه هر کی فکر کیسه خودشه. آخه هر کی پول داشت شخصیت داره، هر کی هم نداشت نداره. به هم میگن داود سیاه، اسمم سیاست، بختم سیاست، رنگم هم سیاست. بریز که دوست عشقمو نبینه و دشمن زخم دلمو. نکنه دست و بال خودشو جایی بند کرده. علی. بله. خاله جون تو یه کاری بکن. آخه چی کار کنه؟ بگرد ببین کجا میتونی پیداش کنی. دلم داره مثل سیر و سرکه میجوشه. تو رو خدا تو کاری دست خودش نداری؟ بگرد پیداش کن. میرم ببینم چی کار میتونم بکنم. هیچ خبری نشد؟ نه هیچ خبری. من فکر میکنم خبر پیش تو باشه. راستی کجاست؟ حتما یه اتفاقی براش افتاده. دلم براش شور میزنه. خیلی عجیبه. اون از این اخلاقا نداشت. آخه کجا میتونه رفته باشه؟ همون جایی که خودت قایمش کردی. Thank you.
خدا مرگم بده. داوود چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ هیچی، داشتم از کمپ میومدم بیرون، یه ماشین بهم زد، ولی به خیر گذشت. بذار برات پانسمانش کنم. نه، باید برم دکتر. داوود تو رو خدا بهم راست بگو، برای چه اتفاقی افتاده؟ باور نمی کنی، گفتم که ماشین بهم زد. چرا من باید بهت دروغ بگم؟ راجب من چی فکر کرد؟ از حرفم ناراحت نشده بود، ولی آخه از پات بد جوری خون میاد. از اینجا میرم پیش دکتر. بیا اینم اون 150,000 تومان پولی که آهنگ سازه میخواد. این پولو از کجا آوردی؟ تو باید به من بگی که از کجا آوردی. دیگه برای تو چه فرقی میکنه؟ هرچی هست حالا مال توه. ولی آخه خودت که همچی پولی نداشتی داوود. خب من دیگه باز برم. تا یه مدتی هم نمیتونی منو ببینی. از طرف شرکت یه ماموریت بهم دادن که باز برم. کجا میخوای بری؟ من هرچی که هستم تو رو در کنار خودم میبینم. امیدوارم وقتی برمیگردم موفق شده باشی. داوود منو تنها نذار، من به ایت احتیاج دارم. بالاتر، هر چی میتونی بالاتر بگیر. تحریر بده، تو این شهر زاد و بوم. تحریر بده، جلوشو نبند. خب باشه؟ باشه. کسی رو کشته و فرار کرده. خیال میکردم همون داوود سیاه ساغره، در صورتی که از یه زنم کمتره. چجوری میتونم با خواهر همچین آدمی عروسی کنم؟ من
کردی؟ بابا بابا خواهش میکنم دست از سرم بردار. صد دفعه گفتم من از این قرتی بازی ها خوشم نمیاد، یه کاری نکن بفرستم اگر دست ننت رو. من آواز خوندن رو دوست دارم، از وقتی مادرم مرده این تنها چیزی بوده که سرگرمم کرده و تونستم کارای تو رو تحمل کنم. سور سک، حالا دیگه نمیتونی پدر تو تحمل کنی ها؟ بابا بیشتر از این منو عذاب نده، یه کاری نکن بکنم اون کاری رو که نباید بکنم. به همین خیال باش، از فردا حق نداری پات از خونه بیرون بذاری. ازم میکشم تو خیال خودم رو راحت میکنم. آره شما هم اینجا بایستیم. بله بفرمایید. منظر داووسی ها؟ بله همینجاست. منظر هستم؟ نه خیر، شما؟ من مأمور اداره آگاهی هستم. اداره آگاهی؟ مگه چی شده؟ ناراحت نباشید، در کمپ محل کار داووسیا جنایتی صورت گرفته، همزمان با اونم سرقتی رخ داده. 150,000 تومان پول شرکت به سرقت رفته. کی کشته شده؟ شخصی به اسم رضا شنکش که گویا داووسیا مدتی دنبالش میگشته. در ضمن روز قبل از سرقت هم برای گرفتن وام به شرکت رفته، بنابراین مظنون به قتل و سرقت هستن. اگه چنانچه زودتر به شرکت مراجعه کنند، قبل از اینکه کار از کار بگذره، با پس دادن پول و جلب رضایت شاکی پرونده مختومه اعلام میشه. در مورد قتل هم شواهد اینطور نشون میده که در یک منازعه و به طور غیر عمد قتل صورت گرفته. پس به نفعشونه که هرچه زودتر خودشونو معرفی کنن و کارشونو خرابتر از اینی که هست نکنن. والا چشم، اگه پیداشون کردم حتما بهشون میگم، ولی فکر نمی کنم کار اون باشه. آخه چند روزی که ازش خبری نداریم. که اینطور؟ به نفشی که بیاد. با اجازه. چون این روزا با اومدن این دختره مثل این که شما خیلی سرغالی. راستشون منو یه خورده سر ذوق آورده. خودت همیشه دیده بودی که من از زنها فرار میکردم. ای آقا، آدم از تمام زنهای دنیا هم که فرار کنه بالاخره تو تله یکیشون میفته. تا بوده همین بوده، ولی این یکی دختر بچانس و بیچاره. آخه تو از کجا میدونی هاشم؟ تو چشاشونو خوندم، ولی اون با سینی صورتشو سرخ کرده. اگه نه با آدمی مثل داوود سیا نبود. آخه میدونی پول آهنگاشو اون بهش داده. تا از این بابت مطمئنی؟ بله خودش بهم گفت. تازه پدرش هم دامل خمره. کاش میتونستیم یه جوری کمکش کنیم. اون آینده درخشانی داره، موفق میشه. خب دیگه تو بهتره بری اتاق تمرین رو مرتب کنی که الان میاد. چشم. میخواستی بهشون بگی اون اهل این حرفا نیست؟ آخه بچه‌م چطور ممکنه همچی کارایی بکنه؟ ممکنه جریان سرقت کار اون نباشه، ولی آدم کشتنش. لعنت به این وقت سیری که من دارم. تا دو روز لبم به خنده باشم، اشک ماتم تمام خوشه رو از جلوی چشم برد. شایدم تقصیر من باشه، نباید برای عروسیمون شرطی میذاشتم. کاش همون روز خودمو میکشتم و لب وا نمیکردم. من دیگه نمیتونم بیام. چرا نمیتونی؟ دیشب طبق معمول هر شب پدرم مست اومد خونه. من داشتم تمرین میکردم که اون سر رسید و صدامو شنید.
شروع کرد به تهدید کردنم. بهم خیلی فشار میاره. دیگه نمیتونم سر تمرین رو بیام. متاسفانه من از وضع تو خبر نداشتم. نمیدونستم چه گرفتاری هایی داری. ولی تو نباید میدون رو خالی کنی. میخوای بیام با پدرت صحبت کنم؟ وقتی اومدی خونه بود. آره ولی فایده ای نداره. اون مرد دائم الخمریه. همچی آدمی هیچ وقت نمیتونه وضع منو درک کنه. به هر صورت ما باید چند روز دیگه برای اجرای برنامه بریم مسافرت. بهتر همین الان بریم با پدرت صحبت کنیم. خواهش میکنم استاد. حتی اگه 1% بهش امیدوار بودم، پیشنهاد شما رو با جون دل قبول میکردم. داوود مرد خوبیه. هیچ کس حاضر نمیشد یه همچین محبتی در حق آدم بکنه. درسته، ولی من یه پیشنهادی دارم. سوار شو تا بهت بگم. متشکرم. پیشنهادتون چی بود؟ راجع به 150,000 تومنه. جریانشو شنیدم. تو اون از داوود گرفتی یا خودش بهت داده؟ درسته؟ درسته. ولی اون حتما در قبالش توقعی داره. خب همینطوری که پولو بهت نداده، حالا چیکار باید بکنی؟ من حاضرم تمام اون پولو بهت پس بدم، در عوض با هم شریک میشیم. اگه این کارو بکنیم خیلی عالی میشه. ولی مگه الان احتیاج نداری؟ نه، تازه مگه اون قرض نکرده؟ چرا؟ خب حالا من میرم قرض میکنم. اگه قضیه جدیه بریم شد بتونیم پیداش کنیم. باشه، پس اول میریم خونه پیش پدرت، بعد میریم سراغم. میلی شماست. میدونین کجاست؟ آره همه میدونن، شرکت عظیمیه. فقط استاد شما تو کمپ نیایی، ممکنه ناراحت بشه. من میرم تو پیداش میکنم و میگم بیاد پول از شما بگیری. باشه. متشکرم. کاری داشتیم؟ والا من با داوود خان کار داشتم. ایشون یه پولی برای من قرض کرده بودن، حالا میخوام به ایشون بدم که ببرم پس بدم. داوود سیا مدتیه که رفته مرخصی. مرخصی؟ بله، البته با اجازه خودش. از کی؟ 20 روزه. نمیدونین کجا رفته؟ چه عرض کنم، به مام نگفت کجا داره میره، بی خبر رفته. راستش مام کار مهمی باهاش داشتیم، اما پیداش نکردیم. اگه شما دیدینش بهش بگین حتما یه سری به کمپ بزنه. اگرم من زودتر دیدمش
میگم شما اومده بودین دنبالش. متشکرم آقا. خواهش میکنم. قضیه روشن شد. بله. باید به این وضع خاتمه بدیم. زندگی هممون زیر و رو شده. چی کار باید بکنیم خاله جون؟ من سلیمه رو دوست دارم. این پیش آمد نمیتونه مانع ازدواج ما بشه. از نظر من اشکالی نداره علی جون، ولی با گرفتاری داوود فکر میکنی خوبیت داشته باشه؟ ولی این کار یه حسنی داره. شاید داوود با شنیدن این خبر برگرده و ثابت کنه که جریان کار اون نبوده. اگه یه همچی چیزی بشه که خوشحالم، ولی دلم نمیخواد داوود عروسی تنها خواهر خودشو نبینه. ولی اون پیداش نیست. آخه من بهش گفته بودم تا اون نامردار رو نکشیم با سلیمه عروسی نمی کنم. حالا اینطوری شاید برگرده. ولی من ازدواج نمی کنم. چرا؟ برای چی؟ وقتی داداشم سرش پای چوبه داره من چطور میتونم عروسی کنم؟ سلیمه من خیلی فکر کردم، اونا کار داوود نمیتونه باشه. هم که بد باشه باز داغ مرگش بد جوری آدمو میسوزونه. همیشه فکر میکردم یه روزی الکل پدرمو از پا در میاره، ولی اینجوری دیگه. همونطور که خودت گفتی الکل نابودش کرده بود. عاقبت اینجور آدم ها همینه. ظاهرن زندن و زندگی میکنن، ولی اون بنیش قوی بود. بعد از اون همه شکنجهی که شد به خاطر بنیه قوی زنده موند. چطور دلش اومد اونو بکشه؟ ولی با عشق ریختن و غصه خوردن که دیگه زنده نمیشه. هر روزی باشه قاتلش تسلیم عدالت میشه. این مسئله بیشتر زجرم میده. مگه نشنیدی که میگن ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ استاد میخوام به قولتون وفا کنی، اون پولو بدین، میخوام زودتر بدمش به داوود. تو این موقعیت باشه. حاضرم با علی ازدواج کنم. حاضری؟ بله، به شرطی که همین فردا بی سر و صدا بریم محضر. ولی من آرزو دارم تو لباس عروسی ببینم. میبینی بادم؟ دیر شد خاله. پس این کجا رفت؟ محضر میبنده ها. رفت یه تلفن به عمش بکنه، الان میاد. به محضر نمیرسیم. سلام آقا. سلام.
منظور آقای داوود؟ بله. حتما داوود نیست و شما مدت هاست که ندیدینشون. این یه چک 150,000 تومانی به اسم خود داووده، معروف به داوود سیاه. بهش بگین این پولی که برام قرض کرده بودی. ولی تو قول داده بودی که پدر منو نکشی. چرا این کارو کردی؟ من رو مردونگیش حساب میکردم، ولی اون هیچی نیست. متاسفم که اصلا باهاش آشنا شدم. ولی خانم این پولو از کجا آورده بود؟ نمیدونم، حتما یه بدبخت دیگر رو کشته و پولو ازش گرفته. خودتون میفهمید. خدا حساب کنید. شما کی هستی؟ خودش بهتر میدونه. بهاره، دختر اصغر، راننده کمپرسی. اون پدر منو کشته. اصغر شنگر؟ پس داوود اونم کشته؟ خدای بزرگ، چه غلطی کردم. کلانتری 3، افسر نگهبان، بفرمایید. جناب سرباز، من دو نفر رو کشتم. حتما خبراشو شنیدین. یه راننده کمپرسی و شاگردش، دو تا آدم رسم. مامورای شما در تعقیب برادرم دوریسیا هستن. ولی اون کسی رو نکشته، اون بی گناه. اون دو تا حیوان وحشی منو بردن تو بیابونا و بی سیرتم کردن. ولی من انتقام خودم رو گرفتم. حالا میخوام تسلیم عدالت بشم. فقط اجازه بدین مادرم منو تو لباس عروسی ببینه. اول گروه تو خونه هستم، خونه دوریسیا. ماموراتون باید آدرسشو بدونن. من منتظر شدم. خداحافظ. عجیبه، یعنی واقعیت داره. الو، اداره آگاهی؟ این سوال از من نکنید. هر وقت به چهره زیبایی تو نگاه میکنم غم عجیبی میبینم. غیر از مرگ پدرم، خب چیزای دیگه ای هم هست که نمیتونم براتون بگم. ولی من و تو انقدر با هم نزدیک شدیم، انقدر دوست هستیم که بتونیم با هم درد دل کنیم. ولی شما استاد من هستیم. من به شما به عنوان یه استاد، یه موزیسین احترام میذارم. بهاره، هر آهنگی که نوت میکنم، هر شعری که مینویسم، فقط تو رو میبینم. تویی که به من الهام میبخشی. تو توی این مدت کم خلای زندگی منو پر کردی. خواهش میکنم از این مسئله بگذریم، چون از نظر روحی در شرایطی نیستم که بتونم جواب درستی بهتون بدم. همش دلم میخواد گریه کنم. برنامه مسافرتمون روحیت رو عوض میکنه. الهی من فدات شم مادر. چرا اینطور ماتت برده؟ حتما از خوشحالی عروسیت. نه مادر، چقدر تو این لباس خوشگل شدی. ایشالا 100 سال کنار علی به خوبی و خوشی زندگی. حال خدا از دهنت بشنوه با این دختر سیت سمار. شما توقی پسو کنو. شما؟ مامور آقایی هستم. ببخشیم، چی شده؟ جنایت. جنایت؟ چه جنایتی؟ مجبور بودم بکشمشون. سایه سیاهشون همیشه رو سرم سنگینی میکرد. اصغر؟ بله، اصغر شنکش و شاگردش رضا شنکش. بفرمایید خانم، خواهش میکنم. علی، منو ببخش، جز این چاره‌ای نداشتم. خداحافظ. خداحافظ مادر. آقای بهنام؟ بله قربان. خانم بهاره هستن؟ نه آقا، نیستن. نمیدونی کجا رفتن؟ رفتن مسافرت. مسافرت؟ چه میان؟ معلوم نیست.
بچه نخندم بای 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 هاشم، چمدونا رو بیاریم بالا. چشم آقا. بیا. حتما فکرشم نمی کردی که انقدر موفق باشیم. دیدی چه استقبالی ازت کردم. ببخشین آقا. خانم بهار کجا هستن؟ اونجا روسن. دارم خودشونو برای برنامه امشب آماده میکنم. متشکرم. ببخشین خانم. سلام. 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 شما؟ منو یادتون نمیاد. پسر خاله داوودم. حالش چطوره؟ هنوز پیداش نشده. پس کجا رفته؟ اون که بالاخره زهر خودش رو ریخت و عزادارم کرد، انتقامش رو که از پدرم گرفت. کی؟ داوود؟ اشتباه میکنین. اون شما رو فرستاده که منو گول بزنین. نه خانم، داوود پدر شما رو نکشته. چطور ممکنه؟ اونی که پدرتون رو کشته نامزد من بود. البته حقش بود، باید اونو میکشت، چون وحشیانه ترین رفتار رو باهاش کرده بودن، کاری که هیچ حیوانی نمیکرد. واقعیت اینه. یعنی داوود هیچ دخالتی نداشته؟ نه، متاسفانه نه. شما و پدرتون زندگی ما رو از هم پاشیدین. اون پولو داوود سرقت کرده بود. من چکتونو به شرکت دادم، ولی سعی کنین با زندگی آدم ها اینطور بازی نکنین. من چه آدم بدی بودم؟ خیال میکردم داوود بابامو کشته. موضوع چیه؟ به نظر میاد خیلی ناراحتی. مگه اون مرد بهت چیز بدی گفت که اینطور منقلب شدی؟ نه، چیزی نگفتم. همونطور که قبلا بهت قول دادم، امشبه که به اوج شهرت و آمال و آرزوهای خودت خواهی رسید.
پس بهتر گذشته رو فراموش کنی و با آینده فکر کنی. اما من میترسم، درست مثل مبارزی که در نیمه راه مونده باشه. این فکر رو به خودت راه نده، بلنشو خودتو برای فینال آماده کن. من در اختیار شما. میخوای آهنگو یک بار دیگه تمرین کنیم؟ هرچی شما بگین. پس بریم. باید باره سفر با از این شهر پر از دار فضای ساکت شهر منو بی حسله کرد بی تو این شهر داده بود به چشمم ناشناسته همه تو تا همیشه تن من لباسه با تن گوشه مصیبت آواز تن بیا رجال سعی کن خیلی آروم خودتو تسلیم کنی به نفته داوود شما به جرم قصد و سرقت بازداشت هستین البته شواهدی هست گناه چیکار میکنیم بری اشتباه میکنی خود داره فرار میکنی داوود سب کن همه چی رو براه داوود فرار کنه